داستان واقعی تجاوز یک دکاندار بر شاگرد مکتب، تست های بکارت، فجهترین خشونت علیه مهوش. روایت مهوش دختر خردسال است که به مکتب می رود. در نزدیکی مکتب یک دکاندار است که گاهگاهی شاگردان مکتب از همان دکان قلم و کتابچه و یا خوراکی های خود را می خرند. دکاندار هر روز مهوش را کمی آزار و اذیت می کند، اما این آزار و اذیت ها کار را به تجاوز می کشاند. تجاوزی که سرنوشت مهوش دختر مکتبی را به سیاهی مبدل می سازد و تا زنده است روی خوشی را نخواهد دید. بناهن تا آخر داستان ما را همراهی کنید. اگر هنوز عضو کانال بوداپرس نستید، همین حالا می توانید سابسکرایب کنید تا بهترین روایت های واقعی جامعه را برایتان بازگو کنیم. دوازده سال سن دارد، شاگرد صنف پنج مکتب است و هر از گاهی در نزدیکی مکتبشان از طرف یک دکاندار مورد آزار لفظی قرار می گیرد. مهوش نام مستعار که حرفهای دکاندار را نوعی اذیت روانی برای خودش می پندارند، موضوع را با خانوادهش در میان می گذارد. خانواده مهوش برای چند روزی او را در رفتن و آمدن از مکتب همراهی می کنند، اما وقتی میبینن خبری نیست دیگر او را همراهی نمی کنن. یکی از روزه ها که مهوش از مکتب رخصت می شود، وقتی از نزدیکی همان دکان می گذرد، دکاندار به بهانه او را داخل دکان می خواهد و با هزار نیرنگ تلاش می کند لحظه او را نگه دارد. مهوش که طفلی بیش نیست نمی فهمد که او را به چه منظوری در دکان خواسته است، اما همین که فرصت خلوتتر می شود، این مرد دکاندار که سنش برابر سن پدر مهوش است، او را به زور به پسخانه دکانش میبرد و بر او تجاوز لواط میکند. مهوش با درد جانگاه تجاوز خودش را به خانه میرساند و مانند موسیچه‌ای که پر و بالش را کنده باشند به اتاقش میرود و میخوابد. مادرش یکی دو باری صدایش می کند، اما وقتی مهوش جواب نمی دهد فکر می کند حتما کمی مریض است و منتظر می ماند تا مهوش بیدار شود. مهوش که انگار دوست ندارد از این خواب دیگر بیدار شود، سرانجام پس از چند ساعت بیدار می شود. مادرش از او می پرسد که چه چیزی او را ناراحت کرده است. مهوش بهانه می کند که مریض شده است. فردای همان روز وقتی مادرش متوجه لکه های خون در لباس های مهوش می شود، شک می کند و با پرسجوی مهوش را مجبور می کند تا همه چیز را بگوید. مادر مهوش به حوزه پلیس مراجعه می کند و پلیس بدون هیچ روند قانونی مهوش را برای تست بکارت به یکی از شفاخانه های دولتی می برد. دکتر معذف در شفاخانه میگوید که مهوش طفل بیش نیست و انجام این تست میتواند صدمه روحی بیشتری بر او وارد کند. دکتر همچنان میگوید که به لحاظ قانونی تا امر دادگاه نباشد حق تست بکارت را ندارند و باید برای انجام این تست حتما حکم دادستانی یا دادگاه وجود داشته باشد. پلیس تلاش میکند با استفاده از زور دکتر را وادار به انجام تست بکارت کند، اما دکتر برای پلیس میگوید که این از حوزه صلاحیت او بیرون است و نباید با تست کردن خلاف قانون صدمه روحی بیشتری به مهوش بزنند. پس از آن مهوش کوچک را به یکی از شفاخانه های شخصی جهت تست بکارت میبرند و پس از معایناتی در این شفاخانه که برای مهوش به منزله تجاوزهای مکرر آسیب روحی دارد، این شفاخانه عمل تجاوز بر مهوش و آثار آن را تایید می کند. مادر مهوش به نهادهای عدلی پرونده باز می کند. دادستانی به طب عدلی مکتوب می دهد و خواستار معلومات در مورد ادعای مادر مهوش می شود. مهوش بار دیگر مجبور است با آسیب‌های به جا مانده از تجاوز تست بکارت بدهد. تست های پی همه که هر بار تصویر تجاوز را در ذهن مهوش دنده می کند و باعث صدمه روحی بیشتری او می شود. گزارش طب عدلی اما این بار در مورد از بین رفتن بکارت مهوش منفی است. نتیجه ای که با اعتراض وکیل مدافع مهوش و خانوادهش روبرو می شود. این اعتراض سبب می شود که هیئتی تشکیل شود و در حضور داشت وکیل مدافع مهوش و دادستانی از دادستانی اختصاصی رسیدگی به قضایای اطفال و مسئولان طب عدلی مورد معاینه قرار می گیرد.
این بار نیز گزارش طب عدلی سالم بودن بکارت مهوش را تایید می کند و از خشونت های جنسی یا اقدام به تجاوز هیچ چیزی ذکر نکرده است، چون ممکن است آثار و علائم تا آن زمان از بین رفته باشد. با دریافت این گزارش، متهم در محکمه ابتدایی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان برای ذمه شناخته شده و از توقیف رها می شود. خانواده مهوش، وکیل مدافع، به حکم محکمه ابتدایی رضایت نشان نمی دهند و با تدویر جلسات پیهم و تحقیق بیشتر بر این قضیه و متضرر شناختن مهوش به این حکم اعتراض کرده و استناف طلب می شوند. یکی از دلایلی که با آن اعتراض کردن این است که اگر گزارش طب عدلی بر سالم بودن بکارت مهوش مار تایید زده، باید دکاندار متجاوز برای فعل اقدام به زنا و آزار و اذیت این کودک مورد پیگرد قرار می گیرد و برای اینکه وضعیت روانی مهوش را به مشکل دچار کرده جبران خساره می پرداخت. همچنان طالب معلومات از حوزه مربوطه مبنی بر اینکه چطور و چگونه مهوش را به دکتران خصوصی فرستادند و گزارش آن شفاخانه که عدم سالم بودن بکارت مهوش را گزارش کرده درج پرونده او نکردند. حوزه پلیس مربوطه در پاسخ به احتراز وکیل مدافع مهوش که چرا ورق تایید شفاخانه شخصی مبنی بر از بین رفتن بکارت و انجام تجاوز را درج پرونده نکردند، گفته است که به دلیل سن خرد مهوش و تأثیرات بد این موضوع بر آینده او از ارسال این ورق خودداری کردند. مهوش که پس از آن تجاوز تا هنوز مجبور شده است چند بار دیگر برای تست بکارت زیر معاینات دکتران مختلف قرار بگیرد، آنقدر رنگ رویش را باخته است که احساس میکنی خون به کندی در بدنش جریان دارد. ساکت و سرد روی صندلی نشسته است، در حالی که وکیل مدافع و مادرش در مورد پرونده مهوش حرف میزنند، به نقطه شاید ریزی که تنها او میتواند ببینند خیره شد و به فکر فرو رفته است. دکاندار آزاد است و گویا هیچ فعلی بدی انجام نداده است، اما مهوش سرگردان و سرگردان و تا یک عمر سرگردان و نابود. این بود داستان مهوش که در روزنامه صبح کابل به نشر رسیده است. سپاس از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتان.